خب توی این بخش میخوایم در مورد قابلیت هایی که موقع طراحی بیم میتونه بهمون بده و به خصوص بحث مدل سازی سه‌بعدی صحبت بکنیم. خب خود مدل سازی سه‌بعدی رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا مدل سازی سه‌بعدی توی بیم باید چطوری اتفاق بیفته. ما موقعی که میگیم مدل سازی باید انجام بشه، منظورمون اینه که توی تمام رشته های مهندسی باید مدل سازی انجام بشه. معماری، سازه، برق، مکانیک، خود مکانیک میتونه شامل اچوک بشه، میتونه شامل لوله کشی ها بشه، لوله کشی آب، فاضلاب و غیره. معماری داخلی، مناظر، توپوگرافی و غیره. حالا توی تمامی رشته ها که ما مدل سازیمون رو انجام میدیم، خب اینا هر کدوم مهندس های جداگونه ای دارن، ممکنه توی مکان متفاوتی بخوان مدل سازیشون رو و طراحیشون رو انجام بدن و ممکنه برامون مشکل ساز باشه. اما بیم میاد میگه که ما این محدودیت رو باید برطرف بکنیم. حالا چطوری برطرف بکنیم؟ من توی قسمتی که داشتم حالا اون maturity level های اون مدل بلوغ بیم رو توضیح میدادم، گفتم که توی مرحله سوم بیم یا لول سوم بیم ما میایم یه دونه هاب اصلی یا یه سرور اصلی برای آپلود مدل هامون تعیین میکنیم و تمام مدل ها اونجا آپلود میشن و همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن. خب دقیقا همین کار رو ما باید برای مدلامون انجام بدیم که چه مدلی در نهایت داشته باشیم، در نهایت بتونیم تمامی این مدل ها رو روی هم بندازیم و توی بستر مشترکی یه مدل یک پارچه در نهایت داشته باشیم. بنابراین حالا رویه اینطوریه که معمار میاد مدل اولیه رو تهیه میکنه، آپلود میکنه توی سرور و بقیه مهندسا، مهندس سازه، مکانیک، برق و غیره که قراره طرحهای دیگرش رو بزنن، اونها دسترسی دارن به مدلی که آپلود شده از به مدل معماری. از همون مدل میان استفاده میکنن برای اینکه حالا اگر فرض بکنی مهندس سازه میخواد استفاده بکنه، از اون مدل استفاده میکنه و جای تیر و ستون‌ها رو در میاره، ابعاد حدودی که پیشنهاد شده از طرف معمار رو برمی‌داره و تحلیل سازه‌ای روش انجام میده و در نهایت اگر اصلاحی لازمه، اگر ابعاد تیر و ستون‌ها نیازه که بزرگتر بشن، کوچیک‌تر بشن و از این دست مسائل، خیلی راحت میتونه مدلش رو آپلود بکنه و کامنت بذاره توی اون محیط که همچین تغییراتی نیازه. به همین صورت مهندسای مکانیک و برق میتونن مدل مشترک، اون بحث یک پارچه بودن مدل رو داشته باشن و توی بستر مشترک با هم دیگه طراحی بکنن. ممکنه که حتی مکاناشون هم متفاوت باشه، ولی چون دیگه آنلاینه و به اینترنت وصلن، این قضیه خیلی راحت میشه. خب حالا ببینیم مزایایی که این مدل سازی داره چیه. اولیش که خب اون بحث ویژوالیزیشن، بصری سازیه که باعث میشه درک افراد بالا بره از پروژه. دومیش اینه که طراحی بسیار شفاف میشه برای همه، چه کارفرما که قراره پروژه براش ساخته بشه، چه بقیه مهندسا که قراره طراحی بکنن. وقتی که وسط کار ممکنه یه تغییراتی توی اون طرح ایجاد بشه، بقیه خیلی راحت مطلع میشن ازش و دیگه این مشکل که ممکنه یه طراحی با ورژن قدیمی طرح کار بکنه، این مشکل به وجود نمیاد و برای همه شفاف میشه همه چی.
ما میتونیم خود طراحیمون رو بهتر کنترل بکنیم، حتی هزینه و برنامه زمانی که برای پروژه قراره بعدن انجام بشه اونها رو هم میتونیم همین اول کار بهتر کنترل بکنیم، به خاطر اینکه وقتی مدل سازی انجام میشه تقریبا میتونیم بگیم که هزینه در میاد، به خاطر اینکه از همین مدل قراره این احجام در بیاد، به خاطر همین خیلی کنترل بهتری روی این قضیه داریم. مزیت بعدی اینه که بین ذینفعای پروژه و بقیه استفاده کنندگان یه همکاری واقعی شکل میگیره، به خاطر همون بحث یک پارچه بودن و اینکه یه سرور مرکزی برای مدل ها وجود داره که همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن. یه نکته دیگه هم که هست اینه که اگه پروژه خیلی بزرگ باشه ما میتونیم توی همون سروری که داریم مدلمون رو تقسیم کنیم به مکانهای مختلف، مثلا یه برج 20 طبقه قرار بسازیم، میتونیم به سه قسمت تقسیمش بکنیم و سه نفر متفاوت روش رو مدلش کار بکنن و خب این باعث میشه که سرعت مدل سازیمون هم بالا بره. خب یه بحث دیگه توی مدل سازی وجود داره، اونم اینه که ما فرض بکنیم که پروژه‌مون در حال ساخته و با بیم آشنا شدیم و انقدر برامون جذاب بوده که میخوایم توی پروژه‌مون استفاده بکنیم، یا اینکه یه پروژه استفاده شده ساخته شده داریم و الان تصمیم گرفتیم بیایم بیم استفاده بکنیم، ما باید چی کار بکنیم؟ حالا یکی از کاربردهایی که برای بیم معرفی کردیم همین مدل سازی شرایط موجود بود که تو هر مرحله ای از پروژه میتونیم استفاده کنیم. ما اگه ساختمونی رو داشته باشیم، ساختمون موجود باشه، یا بخوایم حتی سازه‌های اطراف اون ساختمون رو مدل بکنیم یا توپوگرافی منطقه رو مدل بکنیم، یا حتی اگر یه ساختمونی داریم که نقشه‌هایی که ازش داریم قابل اعتماد نیستن، یعنی ممکنه اون نقشه‌ها برای ورژن اولیه بوده باشن و در نهایت با یه تغییراتی ساختمون ساخته شده، ما حالا چجوری میتونیم مدل سازی انجام بدیم توی این شرایط؟ خب یه سری روش داریم برای مدل سازی شرایط موجود که 4 از مهمتریناش رو من بهتون میگم. اولیش اینه که ما نقشه ها رو داشته باشیم، نقشه قابل اعتماد داشته باشیم. خب اگه نقشه داشته باشیم که خیلی راحت نقشه های اتوکدش رو ایمپورت میکنیم توی نرم‌افزار مدل سازی سبودیمون و از روی همون نقشه ها رو مدل ها رو تولید میکنیم. خب حالا اگه ما نقشه نداشته باشیم یا نقشه قابل اعتماد نباشه اون موقع چی کار میکنیم؟ 3 روش دیگه وجود داره. اولیش خب همین برداشت ها و نقشه برداری های معمولیه که میتونیم از همین دستگاه توتال استیشن استفاده بکنیم برای اینکه نقاط رو برداشت بکنیم. روش بعدی روش لیزر اسکنینگ و در نهایت روش فوتوگرامتریه که اینا رو توضیح میدم الان. اما پروژه هایی که ما میتونیم از مدل سازی شرط موجود براشون استفاده بکنیم چیه؟ ما فرض بکنیم که میخوایم برای بحث تعمیرات و نگهداریمون بیم استفاده بکنیم، یعنی یه ساختمونی داریم میخوایم حالا تو بحث تعمیرات نگهداری استفاده بکنیم، خب اینجا ما مدل سازی شرایط موجود باید داشته باشیم، یا یه ساختمونی رو داریم میخوایم نوسازی بکنیم یا بازسازی و مقاوم سازی قرار بکنیم، باز هم اینجا ما میتونیم مدل سازی شرایط موجود استفاده کنیم برای اینکه مدل سبودیشو در بیاریم، یا حتی بخوایم یه ساختمونی رو توسعه بدیم کنارش ساختمون جدید بسازیم. حالا مثلا خیلی از شهرداری‌ها این کارو کردن تو تهران، منطقه 22 من مثلا میدونم که این کار انجام شده، اومدن دقیقاً مدل سازی شرایط موجود کردن اما بیم نبوده، یعنی اتوکدشو درآوردن، یه ساختمون قدیمی داشته فکر کنم حدود دهه 70 اینا ساخته شده این ساختمون توی شهرداری منطقه 22، بعد اومدن
نقشه های وضعیت موجودش رو تو اتوکد در آوردن و بعدش در کنارش ساختمون جدید ساختن، که حالا ما همین کار رو میتونیم مدل سه‌بعدیش رو درست بکنیم. توی پروژه جدید هم ما میتونیم مدل سازی شرایط موجود بکنیم، یعنی اینکه حالا بیشتر تو پروژه هایی هستش که بحث مثل مترو وجود داره، مترو هست یا راه آهن شاید بخوایم از این بیم استفاده بکنیم، ما میتونیم از توپوگرافی منطقه یه مدل سازی کلی داشته باشیم. خب روش اول یه توضیح بیشتری بدیم، اونم مدل سازی از نقشه های موجوده، که ما پلان رو معمولا وارد میکنیم تو نرم افزار مدل سازی. معمولا پلان باید از بیلت باشه که قابل اعتماد باشه و خیلی راحت تو نرم افزاری مثل رویت میتونیم مدل سه‌بعدیشو رسم بکنیم. روش دوم که گفتم نقشه برداری معمولی بود. خب این بیشتر تو پروژه‌های کوچیک میتونه استفاده بشه به خاطر اینکه خب هزینه نسبتاً پایین‌تری نسبت به بقیه روش‌های فوتوگرامتری و لیزر اسکنینگ داره و خب متخصصینش هم خیلی زیاد هستن. حالا اینجوریه که ما تو نقاط مختلف ساختمون دستگاه برداشتمون رو می‌ذاریم، حالا توتال استیشن، و نقاط مختلف ساختمون رو معمولا اینجوری هم نقطه برمیدارن که ابتدا، وسط و انتهای هر عضو رو برمیدارن، در نهایت وارد میکننش اینو تو اتوکد، اتوکد سه‌بعدی. بعد خب این اتوکد سه‌بعدی رو وقتی نقطه هاشو داشته باشیم میتونیم باز واردش بکنیم تو نرم افزار مدل سازی و مدلش بکنیم. روش سوم روش لیزر اسکنینگ. این روش مشابه برداشت معمولیه، اما تفاوتش اینه که دستگاه به صورت خودکار تعداد بسیار بسیار زیادی نقطه رو برمی‌داره و به اصطلاح به ما یک ابر نقطه یا پوینت کلاود میده، که ما این پوینت کلاود رو میتونیم وارد کنیم به نرم افزارهایی که تحلیل میکنن این نقاط رو، مثل اتودسک ریکپ، و بعدش واردشون کنیم توی نرم افزارهای مدل سازی و مدل بکنیم. حالا از لیزر اسکنینگ بیشتر تو پروژه بزرگتر میشه استفاده کرد، چون یه مقدار هزینه بیشتری داره. حالا برای اینکه بیشتر باز ما آشنا بشیم با فرایند لیزر اسکنینگ یک ویدیویی رو ببینیم. خب دستگاه لیزر اسکنر میاد توی نقاط مختلف ساختمون گذاشته میشه، مستقر میشه، تنظیماتش انجام میشه برای اینکه تمام نقاط اون محیط رو برداشت بکنه. ما این دستگاه لیزر اسکنر رو میذاریم تو تک تک اتاقا، باید بذاریم بیرون ساختمون، باید بذاریم برای اینکه تمام نقاط رو ما بتونیم برداشت بکنیم. این لیزر اسکنر ها رو برای خودش میچرخه و همونطور که میبینی یک حالت ابر نقطه‌ای رو به ما میده که از اون اتاق برداشته. ما بعدش این ابر نقاط رو وارد نرم افزار مدل سازی میکنیم، بعد میتونیم از روش مدلمون رو خیلی دقیق و با جزئیات کامل رسم بکنیم. حالا مقایسه بین ابر نقاطی که با لیزر اسکنر برداشت شده و مدلی که بعدش ساخته شده رو هم میبینیم. توی خود مدلی که از ابر نقاط در اومده هم میشه حتی راه رفت و یک جورایی انگار یک مدل سه‌بعدیه، اما با تعداد بسیار زیادی نقطه که حالا میشه از داخلشون هم عبور کرد به خاطر اینکه ابر نقطن، اما توی مدل سه‌بعدی کاملا میشه دیوارها رو از دیوارها در واقع نمیشه عبور کرد موقعی که راه میریم داخلش.
خب روش چهارم هم روش فوتوگرامتریه. این روش به این صورته که ما یه سری از این درون ها که روشون دوربین مخصوص عکس برداری برای فوتوگرامتری نصب شده میبریم بالای پروژه‌ای که قراره مدلش بکنیم، این اون بالا عکس برداری میکنه و این عکس ها رو تبدیل به باز نقاط ابری میکنه که حالا یه روش مخصوصی داره و این کار انجام میشه. باز مثل حالت لیزر اسکنینگ ما این نقاط رو وارد میکنیم توی نرم افزار اتودکس ریکپ و در نهایت ازش مدل سبودی رو در میاریم. باز یه ویدیویی از فوتوگرامتری ببینیم. خب همونطور که میبینیم ما دوربین فوتوگرامتریمون رو نصب کردیم روی درون. این درون پرواز میکنه بالای پروژه‌ای که قراره ما فوتوگرامتری بکنیم ازش. معمولا هم روش فوتوگرامتری برای اگه برای ساختمون بخوام استفادهش بکنیم بیرونش رو فقط قراره مدل بکنیم. اگرم برای جاده یا مسیر راه آهن اینجا چیز دیگه میخوام استفاده کنیم که دیگه کاملا مشخصه. همونطور که میبینین این ابر نقاط برداشته شده، عکس تبدیل شده به ابر نقاط و میتونیم این ابر نقاط رو به مدل تبدیل کنیم با حالا همون جزئیاتی که برداشته شده. اینجا هم مقایسه بین مدل و ابر نقاط رو میبینیم. معمولا توی پروژه های بزرگ خیلی راحت و سریعه که از این روش استفاده بکنیم. خب این روش مدل سازی یک سری مزایا داره. اولا اینکه مستندسازی شرایط موجودمون رو خیلی سریع‌تر می‌کنه، دقیق‌تر می‌کنه و بهره‌وریشو زیاد می‌کنه. خب ما وقتی که این مدل سازی شرط موجود رو انجام میدیم میتونیم برای استفاده های بعدی از مدلمون استفاده های خوبی بکنیم. اگر ابتدای پروژه این کار انجام شده باشه توی مدل سازی های بعدی و تو طراحی های بعدی میتونه ازش کمک گرفته بشه و از جانمایی های اطراف پروژه هم میتونه اطلاعات خیلی دقیقی بده بهمون. خب یه نکته ای که اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که ما وقتی که مدل سازی میکنیم در واقع کاری که داریم انجام میدیم اینه که ما یک بیس اولیه از بیم رو داریم و میتونیم یک سری شاخ و برگ نسبت به این مدل داشته باشیم. یعنی کاربردهای دیگه ای که از بیم وجود داره شاخ و برگ هایی که به این مدل سه‌بعدی ما داریم میدیم. حالا من یه مثالی میزنم که فکر کنم خوب باشه الان بگم. اونم اینه که فرض کنین ما یه گوشی هوشمند میخریم، یه آیفون میخریم، این کلی قابلیت داره، حالا جدا این که زنگ و اس‌ام‌اس براش استفاده میکنیم، میتونیم اینترنتش استفاده بکنیم، میتونیم قبضامون رو پرداخت کنیم، شبکه اجتماعی رو داشته باشیم و غیره. دقیقاً مدل سازی سه‌بعدی مثل این مونه که ما این گوشی هوشمند رو خریدیم. خب حالا اگه اون شاخ و برگای دیگه‌اش رو استفاده نکنیم مثل این مونه که ما فقط داریم از اون گوشی هوشمند برای زنگ زدن و اس‌ام‌اس فرستادن استفاده می‌کنیم، چیزی که شاید اگر بیم استفاده نمی‌کردیم هم اونقدر مشکلی ایجاد نمی‌کردیم. مدل سازی نمی کردیم هم خب اتوکد اون رو داشتیم دیگه، حالت قبلا داشت پروژه داشت انجام می شد بدون مدل سازی با اتوکد و انگاری که کاربرد یه گوشی قدیمی نوکیا رو داریم ازش می بریم. به خاطر همینه که مدل سازی سه‌بعدی اولین گام به سوی اجرای بیم
نه فقط کاربردهای دیگه، اجرای بیم ما میگیم بر پایه مدل سازی سه‌بعدی. خب حالا یه چند تا هم از نرم افزارهایی که برای مدل سازی سه‌بعدی استفاده میشن رو بریم آشنا بشیم باهاشون. ما توی فصل چهارم قراره که کامل با اینا آشنا بشیم، اما اینجا هم یه نگاهی بهشون بندازیم. اولیش نرم افزار اتودسک رویته که معروف ترینشه، توی تمامی دیسیپلین ها میتونیم باش مدل سازی بکنیم. حالا پیشنهاد من اینه که اتودسک رویتو اول از همه یاد بگیرین اگر میخواین توی حوزه بیم وارد بشین. نرم افزار بعدی تکلا استراکچرز که از این نرم افزار بیشتر برای مدل سازی سازه های فولادی استفاده میشه و تو سازه های بتونی و بقیه دیسیپلین ها چیزی برای ارائه نداره، اما توی سازه های فولادی خیلی قویه، حتی قوی تر از رویت. نرم افزار بعدی گرافی سافت آرشیکد، این نرم افزار هم تازه اومده و رقیب رویت شده. فکر میکنم که حالا به تازگی دارن نسخه فارسیش رو هم برای ایرانیا درست میکنن. نرم افزار چهارم اسکچاپه که بیشتر این نرم افزار رو معمارا برای طرح کانسپت استفاده میکنن، که ما پیشنهاد میکنم طرح کانسپت رو با همین اسکچاپ انجام بدیم. نرم افزار دیگه که استفاده میشه PDMS بیشتر تو پروژه‌های پالایشگاهی و در واقع اون نوع پروژه‌ها که تأسیسات بیشتر تشکیلشون میده استفاده میشه و خیلی وقت هم هست که تو ایران این نرم افزار استفاده میشه و باش کار میکنه. نرم افزار دیگه‌ای که داریم راینو گراس هاپر، راینو نرم افزارشه افزونه گراس هاپر که این معمولا برای طراحی چیزهایی که حالا یه خاص هستن و شکل خاصی دارن میتونه استفاده بشه و حالا توی مدل سازی ساختمون هم میشه استفاده کنیم، ولی خب نرم افزارهای اتودسک رویت و آرشیکد شاید قوی تر باشن برای بحث ساختمون و راحت تر باشن در واقع. یک افزونه دیگه ای هم داریم که روی رویت نصب میشه به اسم داینامو که معروفه که مدل سازی پارامتریک انجام میده. مدل سازی پارامتریک میتونه به ما کمک کنه توی طراحی های خاصی که ممکنه داشته باشیم توی بحث معماری ساختمون، اونا رو خیلی راحت تر و با کد نویسی انجام بدیم و یا مثلا چیزهایی که زیاد تکرار میشن با کد نویسی که تو این داینامو انجام میدیم اونا رو خیلی خوب بتونیم مدل بکنیم و خیلی سریع بتونیم مدل بکنیم. خب اینم بحث مدل سازی سه‌بعدی بود که آشنا شدیم باهاش و بررسیش کردیم. توی بخشای بعدی بقیه کاربردهایی که توی مرحله طراحی میشه استفاده کرد رو با هم بررسی می‌کنیم.